تو این ویدیو احمقانه ترین جرم هایی که توسط دوربین مداربسته ثبت شده رو براتون آوردم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی. این آقا دوز باهوش با روش کاملا خلاقانه صورتشو پوشونده که شناسایی نشه. سلام علیکم. که مثل اینکه خیلی هم باهوش نبود و شناسایی شد. ایشون هم به شدت مشغوله که پنجره رو باز کنه تا بره داخل و کار سرقتشو انجام بده. که در نهایت هم موفق میشه، ولی چه فایده؟ این دزد عزیز هم وقتی وارد خونه میشه ناگهان با تصویر خودش مواجه میشه و فکر میکنه فرد دیگه یه و پا به فرار میذاره. ایشون هم که به خیال خودش خیلی زرنگه و وسایل برداشته تا از مغازه خارج بشه، ناگهان با این تصویر مواجه میشه و به چیز خوردن میفته. بابا در واکو من برم بابا. ای بابا. این دزد عزیزم یه طرح خلاقانه به کار برده، مشما کشیده رو سرش که شناسایی نشه، ولی غافل از این که دیگه جلوی پاش هم نمیتونه ببینه. اینجا هم یه تیم حرفه‌ای تقسیم وظایف کرده، یکی شیشه رو میشکنه و یکی میپره داخل تا وسایل برداره، ولی وقتی میخواد برگرده یادش میره که یکی از شیشه ها سر جاشه. ایشون هم یه فکر بک کرد و تصمیم گرفت که دستگاه خود پرداز داخل مغازه رو بدزده. برای همین دستگاه رو پشت یه ماشین میخواد ببنده و اونو بکشه بیرون و فرار کنه، اما مثل اینکه محاسباتش خیلی دقیق از آب در نمیاد. زیبا جادار اما نامطمئن، ماشاءالله درونش اندازه یه وانت فضا داشت. این آقا دزدم به خیال خودش به دور از دید فروشنده داره وسایلا رو میدوزه، در حالی که فروشنده همون لحظه داره توی دوربین اونو میبینه. این آقا دزدم تا اینکه مغزش لوت بشه دوربین چهرهشو میگیره. آفرین، دیگه عمرن کسی تشخیص بده تو کی بودی. این آقا دزدم میاد اینجا و این بسته رو میخواد ورداره و خیلی هم خوشحاله که کسی مراقبش نیست. در این حال دوربین داره تمام تصویرها رو ضبط میکنه. والا به خدا دزدی اونطوری هم که این دوستمون فکر میکنه راحت نیست. عزیزم وقتی میخوای به دزدی یه خورده بررسی کن، یه ابزاری چیزی. آخه آدم با یه تیکه سنگ میره دزدی؟ این دوستان دزدم از تکنیک قدیمی تو حواسشو پرت کنن از پشت برمیدارم استفاده میکنن، که غافل از این که الان دوربین مداربسته همه تصاویر رو ضبط میکنه. این آقای به ظاهر محترمم از تکنیک ببین توی دستم یه چیزی دارم، حواست باشه پولا رو رد کن بیاد و یه نبه آسیب میزنم استفاده میکنه، در حالی که دستش خالیه. تو رو خدا بهشون رحم کن، هر چیزی بخوای بهت میدن، تو فقط آروم باش. آقا دزد گرامی یه خورده خونسرد باش، آخه اون الان اونجوری سرویس میکنی اون کسی ازت بر میداره بدن؟ ایشون که همچنان مشغول ترکوندن تلویزیون هم، فقط دوستاشو نگاه کن. وای 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 وای. اینجوری بعد 4 تا دوزی همشو باید خرج دوا درمون خودتون کنین ها. از من گفتم بود. بسیار سپاسگزاریم از سربرانی که ما را در امر تشکیل. ای شیطون، فکر کردی کسی حواسش بهت نیست نه؟ دزدم دزدای قدیم، والا یه خورده گردوی پسته بخورین یه خورده اون آیکیواتون تقویت شه. کازه میخواسته بری ها؟ بیا پیش آقادم، بیا بیا بیا، میخوام پرت کنم. ایشونم زنجیر برد ببنده به گاف صندوق که با ماشین بکشه. اینم از وضعیت زنجیرش. احسنت، آفرین به تو. آخه ارزه دزدی هم که نداری، فقط بلدی آسیب بزنی. ایشون هم متخصص فراره، اصلا فکر میکنم فیلم فرار از زندان از رویشون ساختن. چیزی نیست چیزی نیست، بنده خدا گشنشه، بخور عزیزم، نوشه جونت. به اینا میگن دزدای گشنه. بعد این همه تقلا و جانفشانی میفهمه که در از اون ور باز میشه. درود بر تو دزد شریف. جاساز فقط ایشون، به ایشون لقب مادر جاساز عالمو دادن. این جامون که من اینم میخواستم بذارم. وای 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 وای، شلوار نها کن، آخه تو که شلوارت هم نمیتونه بکشی بالا. خب دوستان عزیز، به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه دوست دارید بازم ویدیوی احمق‌ترین دوستای دنیا رو براتون بذارم، حتما توی کامنت برام بنویسید. لایک سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم، موفق و پیروز باشید.